آنا. السلام علیکم خانم ادای عزیز، بانوهای گرامی، خدا کنه نیمه روز خوب و خوش داشته باشین. اخبار گرامی بیندای عزیز برنامه بانو، السلام علیکم. بازم در خدمت شما هستیم و وقت نشر برنامه شما فرا رسیده و اودی از خورای ما که مشکلی می داشته باشن می توانن نمیل به برنامه زنگ بزنن. شماره تلفن ما هست 0796-00-86-56 و برنامه ما به مدت نیم ساعت به طور زنده به نشر می رسه و می لحظه در استیدیوی طلوع منتظر تماس های شما دوستا هستیم. می توانیم به برنامه زنگ بزنیم و پیام های شما که از طریق 456 مواصلت کرده پیام های شما نیز با ما هست. قبل از اینکه فرزند جان شما پیام بخوانین، یک موضوع رو به خدمت دوستا بگیم که ویدیو از دوستای ما که میخواین که بر ما از طریق 456 پیام بفرستن، بسیار ساده از دوستای عزیز 456 دایل بکنین، بعد از او کلید 1 6 3 و 2 فشار بتین و بعد از او پیامتان بگذارین. بعض اوقات قسم میشه که خوارای ما فکر میکنن که در مقابلشان کس هست. بله به خاطر بسیار تماس ها را شما هم شاید هستین که چک میکنیم، همی میگن بله 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 بگفتن میگن چقدر وقت شان هم زایی میشه. خواره عزیز در مقابل شما کس نیست کجا، فقط شما پیامتان را بگذارین. فکر میکنم کدام دوست من روی خط تلفن است. خواره بفرمایین. سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام خواره، خوش آمدین، خوب هستین، تشکر، بخیر باشه. ببخشید دکتر، بعد از 1 سال 6 ماه میشه که معرفی کردیم و یک طفلکم دارم، طفلکم پسرک است که 9 ماه باشه. شوهر ما به خواست خود گرفتیم، عاشق شدیم بالایش و دیگه مشکل ممی است که بسیار شوهرم بدخوی است، بسیار بدخوی است. زودتر زودتر دکتر صاحب درنک گپ و می اصاب خراب است، تر کار میشه هر قدر کوشش میکنم اونا راضی بسازم تا که ما عذرام نکنم اونا عذر نمیکنن. خب دیگه مشکل ما میخوایم شما را بسازه که من نمیخوایم امروز اینا چی رویه کنم، هر قدر کوشش کنم که اگر قارم باشد چون پرسان کنم چرا قار است که بگوین، ما عذر شما را میکنم، دور باشه و سلا نیسته. دیگه بسیار دکتر صاحب بخاطرمی بسیار خیلی. سر کجایشان عاشق شده بودین شما؟ بله سر کجایشان عاشق شده بودین؟ خب ما از اول قدر نمی‌فهمیم، پس آنها بدخویی کردیم. اول بدخویی نبود دیگه. بله بله بسیار لازه بخورترکی اینا را مشناختم دکتر صاحب. خب یعنی فطرتا بدخویی نیست دیگه. حال چی کار میکنن؟ دوستی من در دلم است. دوستی در دل است، واقعا همین گپ خوب هم است. خب من وظیفه نو گرفتم دیگه، نو وظیفه گرفتم. خب بله بله. خب تشکر خواهر، ما مشکل تا نگرفتم، بعدا با شما حرفی دارم. تشکر از تماستان، خداحافظ. 0796-00-86-56 شماره پیامگیر برنامه ما هست، میتونین امیل عذاب به برنامه به تماس شید. خب تا وقتی که تماس های شما دوستا را میداشته باشه میریم و اولین پیام میشنیم. بله اولین پیام از یک بانوی عزیز است. این خواهر عزیز ما گفتن که صنف 12 مکتب هستن و از طرف یکی از پسرها مورد اذیت و آزار قرار میگیرن و گفته شبانه ناوقت بر من تلفن میکنن، مسیج میگذارن که از این کار ما از این کارش گفته اعضای خانوادیم کم کم بوبر شدن و گفتن ای فهم که چی باید بکنم. خب فرزند جان یک موضوع هست، کشور ما در هر قسمت یک مشکل خاص خود داریم. بله در بله. هر قسمت خود ما به خود بله. مشکل خلق میکنیم. مسائل اقتصاد بله. یک مشکل است، مسائل امنیت یک مشکل دیگه است، مسائل عشق و عشقی مسائل بله. دیگه است. در هر قسمت ما واقعا همون گفته شما بسیار معقول است که واقعا ما برای خود مشکل بله. خلق میکنیم و متوجه از این هم میشیم که مثلا یک بچه وقتی که جوان میشه اولین چیزی که فکر میکنه متوجه یا ایست که فقط عاشق میشه ده. متوجه مسئولیت های آینده دیگه خود نمیباشه یا ای که فقط میگم این من که عاشق شدم کافی هست دیگه. بله. در حالی که اینجا مسئله 50-50% است. 50-50% به خاطر که 50% مربوط خود بچه است، 50% مربوط خود دختر. خب آل خود در وقت مکتب در ات وقت اصلا نه وقت عاشق شدن است، نه که تا وقتی که یک مرد امو یک بچه مرد جان خود نشه دیگه من فکر نکنم که تو یک کار درست باشه. خب عرفای خود ادامه میتیم برای از خوار یک خوار ما روی خط است. بله فرشته جان روی خط است. بله بله سلام.
سرزاده جان خان خوب هستین؟ زنده باشین خواهر عزیز. مشنایم خواهر، بفرمایین. دکتر سر محترم شما خوب هستین؟ تشکر خواهر، خوب هستم، بفرمایین چی گفتنی داشتین؟ دکتر سر محترم، من مدت 6 ماه شده که نامزد شدین. مبارک باشه. تشکر، زنده باشین. نامزدی البته به رضایت فامیل ما صورت گرفته. حال مشکل در کجاست؟ دکتر سر محترم، من دیگه نامزدتون که است ما خود ما به کابل میشینیم، نامزدتون در شهر مزار شریف که از اطراف های مزار شریف زندگی میکنن. دیگه من از نامزدتی خود خوشم است، ما نامزدتون همیشه همراه ما جنگ و دوام میکنه، جمعه ما درست کپ نمیزنه، نمیفهم که علتش چی است. چرا همیشه تو یک کار میکنن؟ حتما باید فهمیده باشین چی میگن که باز بالاخره منجر به جنگ و دعوا میشه. برای من میگه که من عاشق هستم، نمیفهم، من فامیل ما به زور هم باید نامزاد ساخته، اصلا نمیفهم سرش در کلان هم رای فامیل هم مشاوره کردیم، گفتیم میگن باز آمید نفهمیدون دیگه چی هست. فامیلتان با چی گفت وقتی که موضوع را گفتیم؟ دکتر محترم دیگه با فامیلشان تماس گرفتیم، گفتیم سیمنت یک مشکل است، سیمنت یک قضا است، میگه ما نمیفهمیم که چرا ایتو شده، خود ما را میگه نمیفهمیم. خب حال زندگی شما چی میشه؟ باز برشان نگفتیم؟ دکتر محترم باز از روگی دادی که ما به همشاره فامیل نامزاد شدیم، باز هم تو فامیل ما کس روشن فکر است، مادرم کس زیاد یک زن فامیده است، تحصیل کرده است، ما را با هم شنا خیستیم، امروی یکی دیگه صحبت کردیم. بله متاسفانه تماس خواهر ما قطع شد، ولی مشکل شو نگرفتیم. بله بله مشکل شو نگرفتیم. بعد هم بوده از خواهر ما که مشکل می داشته باشن میتونه همین لحظه به برنامه زنگ بزنن. وقت داریم، شماره پیامگیر برنامه ما هست یا شماره تلفن ما هست 0796-00-86-56. و حرفای خود ادامه میتیم به ارتباط خواهر ما که بیشتر پیام گذاشته بودم به 456 و شکایت ازی داشتن که پسر اونا را آزار اذیت میکنه. و خب حالا هرچی که در این مورد صحبت بکنیم که کار خوب است کار خراب است چنان چنان است جایی را نمیگیره، ولی راه علاج چی است؟ اول اینکه خواهر گل از طرف شب یا ما بارها گفتیم که همین تلفن خو یک وسیله هستند که به خاطر ازی است که انسان یک مشکل خود حل بکنه. بله بله. حالا این ضرورت چی است که وقتی که میفهمیم که مورد آزار و اذیت قرار نمیگیره همین تلفن که چرا خاموش نمیکنه؟ بله از طرف شب. بله. از طرف روزم خاموش بکنه. بله. اگر اونا آزار و اذیت میکنه و از طرف شب هم یک موضوع. و دوم دیگه بعضا جوانایی هستن که حالت روحی روانیشون خوب نمیباشه. اونا فکر میکنن که امی کسی را که خواستن باید دیگه جانم مقابلم دیگه هیچ گونه خواهش نداره و باید به خواستشان لبیک گفته شود. این تعداد جوان ها کم نیستن و این تعداد جوان ها بعض اوقات یگان خب این موضوع از خاطر از خواهر نمیگم که نه یک ترس راست در ذهنشان پیدا شد، بعض اوقات کارایی میکنن که واقعا بعض اوقات خطرناک می باشد، ولی با ایچ اشخاص کوشش بکنین که یک موضوع هست فرزان جان، شاید امی حرف مرا شما هم بپذیرین که تا وقتی که یک دختر نخواسته باشه یک بچه به هیچ عنوان نمیتونه که اونا را ساده بکنن. بله. یا حرفای چیزی برش بگوید یا شما رایش زن. بله. بزنن یعنی اینی می یک روحیه را باید شما داشته باشین که خب گیریم که در مسیج و موبایل یپا مسئله جداست. بله. ولی روی و روی اینمی جرات نمی داشته باشه. در عاشقا یک پوینت اولش اینمی است که وقتی که عشق میایه یگانه چیزی که میره بازو جرأت است. بله. جرأت کاملا سلب میشه. مثل که یک کس برای من گفت من تقریبا 16 سال است که عاشق هستم تا اول من برش گفته نتونستم. و واقعا فردان جان اینمی عشق پاک است، عشق درست است که جرأت نمی داشته باشه، ولی ای که در روی بازار رو هر جای استفاده بکنه و مسج بده و هر روز اونا رو آزار اذیت بکنه. خی عشق یعنی چی؟ بله. عشق به این معنی است که اگر انسان دوست می داشته باشه، دوستی آیا که یک کس را که از دوست داشته باشه او را آزار اذیت بله. میکنه؟ خب نمیکنه. پس این یک موضوعی هست که در بس ها جاهای وجود داره. و یکی دیگه هم چند موضوع دیگه هم از خواهر گل این موضوع را برای مادرتان بگوین و چه خوب است که بعض اوقات مثلا یک خواهر گفت گفت وقتی که من مورد آزار و اذیت قرار میگیرم گفت مادرم تقاضا میکنم که اتمت مکتب برم. بله. چه قگب خوب هم است. بله. خب اگر مادرتان که تان تا وقت را اگر بره و اگر امی مسیر رای شما که تا مکتب
چقدر راست من نمیفهم. خب به هر صورت اگر این مسیر تغییر بتین کنه شما رو پیدا کردن اتانه امورایتان، اگر چرا بعد این جوانان قسم هستن که یک چند وقته که از دیدیشان دور شین باز از دلان باز میرن. بله بله. باز کاملا فراموش میکنن. بله باز به یک کس دیگه دل میبندن، باز تمام مسائل حل میشه. ولی در مجموع خواهر گل ما چند موضوع رو میخوایم براتون بگم. یکی که ترس احراس از خود دور بکنین، هیچ وقت احراس نداشته باشین، از هیچ موضوعی نمیشه. ولی یکان گپای هستن که واقعا بدن خوارا یک ترس راز دلشان پیدا میشه، شبها خواب نمی داشته باشن و بدن مسائل دیگه نمی خوار گفته بود. ولی من لازم ندیم که موضوعات شما نوشد، مثلا خواب شبانهشان ناراحت بود و هر شب فکر میکرد در شب خواب میترسیدن و گپا. این موضوعی است که بسیار هر قدر که موضوع جدی بگیرین با مو اندازه، چون شما جدی گرفتین ذهنتان مو را میپذیره، باز عکس العمل های منفی را ذهنتان انعکاس میده و باعث از این میشه که شما حالت خوب در زندگی نداشته باشید. کوشش بکنین که هر مسائل بسیار پیچیده پیشتان نگیرین. این مسائل و قضایا در هر کشور، در هر جای، در هر محیط است، ولی باز هم نسبت به دیگه محیط ها، حتی از محیط کشورهای اروپایی که در بادم این محیط ما خوب است، حداقل یک حراس هر کسی می داشته باشه و هر کسی یک احترام بالای خانم ها و دخترای جوان داره و هیچ کس هم جرات نمی کنه که یکان موضوعات بگه. ولی امی که شما تا اگر اندازه خود جدی بگیرید و در جنب از او این مسائل بسیار پیش پا افتاده فکر بکنید. این مسائل بسیار کوچک هم است، بسیار موضوعی بسیار جدی هم نیست که به شکل باشه کنار حل لذا رنگ بکشن. و چیزهایی که مربوط از اینا میشه، اول این چیزی که مهم است که گفته که خانواده هم بوبر شده و گپا، کوشش بکنید که امی تلفنتون رو خاموش بکنید. چرا در کشور ما و بعد در کشورهای فقیر مانند افغانستان این تلفن یک مصیبت جو شده، در حالی که وسیله هستن که به خاطر سهولت انسان ها هست که از اول یکی دیگه خبر بگیرن، ولی متاسفانه از یک مشکل بسیار عمده. بله. دیگه جور شد و حتی بدبختانه به دست طفلک های خوردان ما میبینیم. بله بله. بله. خب دکتر سه، با استفاده از وقت یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. وقتتان خوش دوستای عزیز. و اولین تماس که داشتیم میبونی عزیز گفتن تقریبا یک سال و شش ماه از ازدواج شون میشه، یک پسرک نو ماه هم دارن و گفته به خواست هم ازدواج کردیم و به گفته خودشان گفته با عاشقی عاشق شدم و ازدواج کردم. ما گفته زیاد بدخویی میکنه، در یک گپ بسیار خرد و کوچک عصبانی میشه، تا ما باز عذرش نکنم او امرای گپ نمیزنه، بسیاری وقت عصبانی میشه، ما میخوایم که راحت بسازمش، عذرش میکنم، میگه که من غرض نگی امرای گپ نزن. ببینین خواهر گل، در بسا موارد، در بسا خانواده ها یکان مشکلات یا جنجال ها به شکل های مختلف می باشه. بله. که از شما فضل خداوند از اون مشکلات خب بسیار بدور است. این یک موضوع بسیار کوچک که بعض اوقات خانم ها چون خودشان واقعا یک قلب بسیار ملایم پاک داره و طرفدار محبت هستن، همیشه کوششون همی است که از شوهرشون همین موضوع را بشنوند. بله. همین موضوع محبت و مهر و صمیمیت و دوستی و چقدر خوب است که یک شوهر بر خانم خود ابراز محبت بکنه. ولی متاسفانه بعض اوقات این مربوط میشه به طرز تربیه آدم که در چه قسم تربیه شده. در بس از خانواده این موضوع یک هایپ داشته میشه که یک شوهر بر خانم خود ابراز محبت بکنه. بله. یک موضوع رو گفتن و بسیار گپ دقیق هم هست که گفته دوستی ما در دل ما هست. بله. در حالی که من خود طرفدار از این هستم که دوستی بدل تن و خود انسان احساس میکنه. بله. ولی این که از زبان میبرایه و برای کسی گفته میشه جانب مقابلم احساس میکنه. خب ما مطمئن هستم که همین شوهرتون واقعا شما را دوست داره و خود از اینا هم گفتن که ما به دوستی با عشق عروسی کردیم. بله بله. اونا را گفته از طفلی هم میشناختم. ولی بعض اوقات حالت های مردها دگرگون در چی گپا میشه، مثلا می خود استرس ها و همی تنشن ها و گپا حالت های روانی مردها را مثلا مختل میسازن. مثلا تو فکر بکنی همی خود مسائل اقتصاد، جار جنجال ها، بیکاری ها، یکان مشکلات در داخل دفتر، یکان گپای دیگه نمی کلش دست به هم داده و باعث ازی میشه که مردها بعض اوقات در فکر فرو برن. ای به این معنی نیست که این محبت بر خانم خود نداره، ولی دارن در جنب ازو. مثلا در یک خانواده ای که مثلا امواره تفلک های از خانواده امواره میبینه که
پدر و مادرشان بسیار با صمیمیت دوستی با هم دیگر رفتار میکنن، مستقیما بالای روان اطفال نمی است. بزرگ شد و اونها هم نمی رفتار با خانم خود با شوهر خود به این شکل رفتار میکنن. ولی بعض اوقات در خانواده‌ای که گپا نباشه، مثلا پدر بسیار مغموم مخشوش امواره در فکر و جنگ و دعوا در خانواده باشه، اونمو هست که بالای روان اطفال هم تاثیر میکنه. شما کوشش بکنید که شوهرتون تغییر بدید. شوهرتون تغییر میخوره خوارگل، اینمی موضوع را هیچ فرق نمیکنه. در هیچ جای ما نخوندیم که در کدام کتاب آمده باشه که بگوین که حتما حتما باید که یک موضوع شب باید که شوهر باید این کار بکنه. این جادی یک طرفه نیست که باید از جانب یا شوهر شو یا از جانب خانم، بلکه این یک موضوعی است که این وقتی که شما یک مشکل ایجاد میشه که ولو که شوهرتان ملامت است ولی شما عذرخواهی میکنید، این هم یک بزرگی خود شما رو نشان میده. و ایرم براتون بگویم که هیچ وقتی به جا نمیره، کاملا شوهرتان این موضوع رو فهمیده، اما احساس محبتی که قبلا با شما داشته با این کار از اون دوچندان و سه چندان میشه. بله. ولی به قسمی که خودشان گفتن که ما عادت ندارم که یک موضوع رو بگویم، ایرم در قلب خود نگاه کردن، ولی ای همون جایگاه خاص شما را در قلب شوهرتون ترسیم میکنه. این گپ نیست که این مزدتان به اجرت بره. بله. حتما اجرتش هم میبینین، ولی بعض کسا هست که همیشه اینمطور میباشن، تیپن، کرکترن. بله. هیچ وقت یک در حالی که انسان های کسایی نیستن که بگوین که واقعا اینا این مسائل نمیفهمن. بله. یا در قلبشان یا در ذهنشان محبت نیست. بله. حتی فرزانه جان بعض اوقات من انتقاد میکنن، میگه تو چرا همیشه جگرخون میباشه؟ بله. در حالی که برای شما معلوم است که در زندگی من هیچ وقت جگرخون نبودیم. بله. ولی همین تیپ همه تراکوی هست که بعض فکر میکنن که گویا من همیشه مغموم میباشم. بله. در حالی که هیچ وقت خود دان شاید هستی. بله. بعض شوهرها همچنین میباشه که از تیپش انسان نمیتونه که یک نفر بگه که این به این شکل میباشه. پس به او خاطر خوارگل شما به کارتان ادامه بدین، هیچ چیزتان به اجرت نمیشه و حتما حتما اونا درک میکنن و همواره شما وقتی که یک جای هستین وقتی که جدا هم هستین حتما حتما میر محبت و صمیمیت شما در دلشان هست. بله. و فرشته جان هم گفتن تقریبا یک ماه از نامزادیشون شده، بسیار وقت کم به رضایت فامیل گفتن نامزد شدیم. نامزدم در شهر مزار شریف است، خودم در شهر کابل هستم، اما نامزدم همیشه با ما جنگ و دعوا میکنه، سر موضوعات خورد خورد و گفتن این قسم ماست دیگه. فرزند جان این موضوع خورد از اینا نیست، به خاطر از این که ببینین اگر بین نامزدها بعضا مسائل هست که ایجاد میشه. بله. که مثلا چی کار تو چرا تو کردی، این کار من چرا تو کردم، این فلانه چرا تو گفت، این گپا اینی گپای خورده است. بله. ولی یک نامزد وقتی که به خود حق میده که در مقابل نامزد خود یک موضوع رو بگه که ما عاشق هستم. بله. من کسی دیگر رو دوست داشتم، من تو را فامیل برام گرفته، باز اینی موضوع خورد نیست. به خاطر از این که در هر کار گزاره میشه، در هر چیز گزاره میشه، آدم خیره من خیره اگه این کار کرد، اگر عصبانیت کرد، ولی در جایی که باز محبت نباشه، به جایی که باز اوجا بگه که این کار به جبر و زور اکراه شده. بله. باز او وقت کار ناممکن است. پس به او خاطر وقتی که پسر به خود حق داده این موضوع رو میگه، در حالی که دوره نامزدی خو اینقدر دوره حساس است، اینقدر بچه ها یا مردهایی که نامزد میشن اینقدر اساس باید باشن در این مورد، خصوصا که هیچ همچو موارد را پیش روی نامزد خود یاد نکنه. بله بله. ولی وقتی که یک نفر این موضوع را به خود حق میده و این کار میکنه، این کار خرد و کوچک نیست خوارگل، تقاضای ما از شما ای است که شما این موضوع را انتقال بدین به مادرتان، به پدرتان، به همگی و اونا را بشانید که چرا همچو موضوعات اینا میگن. اگر موضوع واقعیت باشه، اگر دقیق باشه، واقعا او پسر کس از دیگر دوست داشته باشه و از روی جبر با شما نامزد شده باشه و اونا اصلا ارزش به این رشته مقدس نداشته باشن، به نظر من بهترین راه اول ای است که باید این نامزدی فسخ شود. چرا؟ میگه با همگان بسر شود، به تو بسر نمی شود. با همه مشکل ها میتونه انسان کنار بره،
ولی با چیزی که محبت در او نباشه با ناممکن است. زندگی از ابتدا تا به انتها چیزی که چرخش داره، چیزی که اونمو انرژی زندگی عبارت از محبت است. وقتی که محبت و عشق در زندگی نباشه و ایر انسان به زور بچلانه، ای یک وقت انسان خسته میشه و بالاخره منجر به جدایی میشه. پس چی بهتر است که از امی ابتدا بزرگای خانواده بشینن، به سر بشانن، موضوع را پرسان بکنن و اگر میبینن که واقعا چنین است، من خب بیشتر نظر خود را دادم، ولی اگر بعضا بچه ها هست که یکان موضوعات هم میگن بدون ازی که خودشان درک بکنن من. که چی است، بدون ازی که معنا و مفهومش درک بکنن که ادامه دادن همین مسئله یا چقدر یک اثر منفی بالای خود دختر بجا میگذاره، بالای روابطشان بجا میگذاره، این موضوعات هم میگن ناخودآگاه و پیش خود پسرها قسم معلوم میشه که گویا که من به نامزادم قسم میفهمم که غیر از خودت من کسای دیگه هم داشته باشم و بعدا بچه ها از این کار خود عزم میبرن، لذت میبرن که گویا که یا میبینن که چقدر نامزدش حسودی میکنه در مقابلش، در مقابل ازی هر کس باشه حسادت میکنه، ولی اگر عکس موضوع باشه این مسئله، آیا نامزدش این موضوع رو قبول میکرد که نمیکرد؟ پس به او خاطر بهتر است که بزرگا بشینن و در مجموع خوارگل شما یک راه علاج را در این زمینه پیدا بکنید. وقت برنامه ما دوستای عزیز تمام شد. تا تقدیم برنامه آینده تمام شما عزیزا را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و مددگار همه. خدا نگهدار.